روز 97 پیدا کردن شغل گفتگو لاله من دوست دارم یک کار مناسب پیدا کنم تو می دانی چطور می توان کار پیدا کنم؟ تو می دانی چطور می توانم کار پیدا کنم؟ فردین خب راه‌های مختلفی وجود دارد تو چه کاری می خواهی؟ می خواهم منشی باشم خب اولین راه این است که به مراکز کاریابی بروی آنجا به تو کمک می کنند که یک کار مناسب پیدا کنی خب راه دیگر چیست؟ راه دیگر این است که روزنامه بگیری در روزنامه اطلاعیه کارها وجود دارد خب من از هر دو روش استفاده خواهم کرد لطیفه ملا به دوست خود گفت مدتی است آرزوی خوردن حلوا دارم دوستش گفت چرا حلوا نمیپزی؟ ملا گفت هر وقت آرد هست روغن نیست هر وقت روغن هست شکر نیست دوستش گفت هیچ وقت نشده است که هر سه را با هم داشته باشی؟ ملا گفت هر وقت هر سه با هم در خانه بوده من خودم نبودم جمله های رایج آرام باشید همه چیز درست خواهد شد خیلی هیجان زده هستم ممکن است من را به مرکز شهر برسانید شعر آن روز که توسن فلک زین کردند وارایش مشتری و پروین کردند این بود نصیب ما ز دیوان قضا ما را چه گناه قسمت ما این کردند خیام توسن وحشی قضا تقدیر فلک آسمان گناه گناه نصیب قسمت دیوان عدالت کلمه روز تقلبی تقلبی معنی مثال شرکت آنها اجناس تقلبی به بازار وارد می کند ضرب المثل خیمه شب بازی این اصطلاح هنگامی به کار می رود که افراد حیله‌گر با زیرکی افراد ساده و زود باور را فریب می دهند و واقعیت را از آنها مخفی می کنند این گونه فریب کاری ها را به خیمه شب بازی تشبیه می کنند خیمه شب بازی نام یک نمایش است در این نمایش عروسک هایی با نخ حرکت داده می شوند کسانی که نخ را در دست دارند پشت پرده هستند و تماشاگران آنها را نمی بینند خیمه شب بازی شبیه تئاتر است با این تفاوت که در صحنه تئاتر مردها و زنها نقش بازی می کنند اما در
خیمه شب بازی، عروسک ها بازیگر هستند. به دست و پای عروسک ها نخ بستند و از پشت پرده آنها را حرکت می دهند. گفتگو: کیا، شنیدم از کارت استعفا داده ای؟ جهان: آره، کارم را دوست نداشتم. می خواهم یک کار جدید پیدا کنم. کار مناسبی پیدا نکرده ای؟ به یک شرکت برای مصاحبه رفتم، اما آنجا هم چیزی نیست که من می خواهم. دنبال چطور کاری هستی؟ کاری که آینده خوبی داشته باشد. با تلاش و جستجوی زیاد حتما کار خوبی پیدا خواهی کرد. اصطلاح روز: آفتابه خرج لحیم کردن است. معنی: بیشتر بودن هزینه تعمیر چیزی از بهای نوع آن. خواندن: باغ دلگشا، باغی زیبا و تاریخی در شهر شیراز است. تاریخ این باغ به دوران ساسانی باز می گردد. باغ دلگشا در زمان صفویه بسیار معروف بوده است، به گونه‌ای که جهانگردان آن زمان در نقاشی‌های خود این باغ را به تصویر کشیدند. در باغ دلگشا ساختمان‌های تاریخی نیز وجود دارد. معماری این ساختمان‌ها شبیه کاخ‌های دوران ساسانی در شهر تاریخی بیشاپور است. ساخت این بنا در دوران زندیه صورت گرفته است. داخل ساختمان بسیار زیبا و اتاق‌های آن دارای آینه‌کاری و نقاشی‌های زیبا است. یک استخر زیبا نیز در جلوی ساختمان قرار دارد. کلمات جدید: معروف، بگونه‌ای، نام بردن، تقلبی، تسویه کردن، صورت گرفتن، استعفا، آفتابه، لحیم، راه، تبلیغات، بها، زیرکی، زود باور، مخفی، فریب کاری، تشبیه کردن، وحشی، گناه، عدالت، زین کردن، اطلاعیه، روش، خرج کردن، واردات، کاریابی، مصاحبه.